درود به شما براندازهای عزیز. علی برادزاده نماینده سنگنوردی ایران در رقابت‌های فرانسه اوج شجاعت و آزادگی یک ورزشکار رو به نمایش گذاشت. آقای برادزاده در حالی که تمام ورزشکاران پرچم کشورهاشون رو بالا برده بودن، حاضر به اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی نشد. فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی در پی این اقدام شجاعانه علی برادزاده را تا اطلاع ثانوی از تمام رویدادهای داخلی و بین المللی محروم و به تشکیل کمیته انضباطی در این مورد تهدید کرد. اینکه آیا علی برادزاده حاضر بازگشت به ایران هست یا خیر هنوز مشخص نیست. آقای برادزاده هنوز واکنش رسمی به این موضوع نشون نداده. پیام علی برادزاده در فرانسه به همه دنیا این بوده که نماینده مردم ایرانه و نه نماینده حکومت جمهوری اسلامی. در مجموع امروز یکی از تلخ‌ترین روزهای چند ماه اخیر برای رژیم بوده. مردم روستای نوا در آمل با وجود تهدیدهای امنیتی جشن نورگون رو به مناسبت پیروزی فریدون بر ضحاک ماردوش برگزار کردند. این جشن در حالی برگزار شده که نیروهای امنیتی به خاطر لقب سید علی ضحاک که به خامنه ای داده شده تلاش زیادی برای جلوگیری از برگزاریش کردند، ولی موفق به انجام این کار نشدند. جشن نورگهان یا نورگون در روستای نوا در جاده حراز، این جشن به مناسبت پیروزی فریدون بر ضحاک هر ساله برگزار میشه. امیرعلی آذرپیرا یکی از شانس‌های اصلی کسب مدال در وزن 92 کیلوگرم حاضر نشد برابر حریف اسرائیلی روی تشک بره. اما نکته جالب اینجاست که کادر فنی کشتی با دستور علیرضا دبیر و به خاطر ترس از محرومیت پای آذرپیرا رو گچ گرفتن تا وانمود کنن مصدوم شده. حتی خود این کشتیگیر رو هم وادار کردن تا تمارز کنه. به روش مضحکانه اسرائیل ستیزی مسئولان کشتی جمهوری اسلامی دقت کنید. عباس دریس یکی از مظلومترین مبارزین راه آزادیه، کسی که مثل توماج‌ها و مجید رضاها شجاعانه مبارزه کرد و در این راه حتی همسرش رو هم از دست داد. عباس دریس در آستانه اعدامه، اما باز هم افراد زیادی نیستن که صدای این مبارزه راه آزادی باشن. لطفاً به جزئیات نحوه مبارزه، دستگیری و وضعیت فعلی عباس دریس از زمان پریسا پوینده دقت کنید و با شیر کردن این ویدیو یا حداقل گذاشتن یه پست توی صفحه شخصیتون ازش حمایت کنید. عباس دریس، کارگر زحمتکشی که در اداره برق یکی از شهرک‌های توابع ماهشهر کار می‌کرد، در آبان 98 در روز قتل فجیع جوانان در میزارهای ماهشهر، زمانی که از محل کارش به محل دستفروشی شغل دومش میرفت، بازداشت شد. عباس زیر شکنجه و اعترافهای اجباری به اتهام قتل سرهنگ صیادی به اعدام محکوم شد. همسر عباس طی این پروسه و در اثر فشارهای روحی و روانی سکته کرد و جان عزیزش را از دست داد. عباس دارای 3 فرزند هست که همراه مادر پیرش امروز زندگی می کنند. طی 2 روز گذشته مادر و فرزندان عباس از تمام مردم شریف و آزادی خواه سراسر دنیا خواستند که در ایران و خارج از ایران که در دفاع از نجات جان عباس به پا خیزند و اجازه ندن جمهوری جنایتکار اسلامی عباس رو اعدام بکنه. امروز کفیل عباس به سفارت رفته، دم سفارت جمهوری اسلامی رفته و اعتراض کرده. ما به فراخوان خانواده عباس دریس بپیوندیم و اجازه ندیم جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی که به وحشت افتاده و با به قول زنده یاد نوید افکاری برای تناپای دارشون دنبال گردن میگردن، اجازه ندیم که از ضعیف‌ترین قشرهای جامعه جمهوری اسلامی قربانی بگیره. به همین دلیل در دفاع از نجات جان عباس
دریس به پا خیزیم. از دیروز موزیک ویدیوی زیبایی از یک رپر ناشناس برای حمایت از توماج صالحی در فضای مجازی منتشر شده. این موزیک ویدیو در کمتر از 24 ساعت به یکی از پربازدیدترین کلیپ‌های فضای مجازی تبدیل شده و هنر خوانندگی این رپر ناشناس و شباهت زیاد سبک خوانندگیش به سبک توماج صالحی توجه خیلی‌ها را به خودش جلب کرد. من فقط رپرم و قاتلا رو بگیر. این جمعاً بالغ بر 18 سال و 3 ماه ایشون در واقع حبس شامل حال ایشون شده. 150 میلیون ریال جزای نقدی در یک عنوان مجرمانه، 80 میلیون ریال در یک عنوان دیگه، 40 ضرب شلاق بابت اخلال در نظم عمومی. مجازات های تکمیلی هم برای ایشون اعمال شده برابر قانون. جناب سروان منو بی خیال به نامو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال افانو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال مرانو کی کشت. من فقط رپرم و قاتلا رو بگی، بی خیال من بگو دخترامونو کی زد، بی خیال من شو بگو خدا نورو کی بست، بابد منو قضا زاهدانو ببین. من فقط رپرم و جانی ها رو بگیر، میگن موزیک نده نکن شرایط تو عادی، یا میدی اعتراضی میری تهش انفرادی، منتقدایی که ندیدن که لباس شخصی رو گوشیشو نیفتاده یه نوکال رایدی، خیلی هم که نبردن از انسانیت بویی، خیلی هم شدن اسیر اعتراف زوری، اگه به من بود که میدادم بزنم سر بولوار پدو غلام رضا تختی اسم حمید رضا روحی، چرا نمیزنه پدافند اشتباهی پرواز حامل پرستوها رو به قطر. جناب سروان منو بی خیال به نامو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال افانو کی کشت، جناب سروان منو بی خیال مرانو کی کشت. من فقط رپرم و قاتلا رو بگی، بی خیال من بگو دخترامونو کی زد، بی خیال من شو بگو خدا نورو کی بست، بابد منو قضا زاهدانو ببین. از زمان آغاز جنبش مهسا امینی یا همون انقلاب زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیزی از بانوی ایرانی وحشت داره. وحشت حکومت از روحیه آزادی خواهی زنها، موی زنها، جسم زنها و حتی صدای زنها در تاریخ بی سابق است. زنان ایرانی هم که از این موضوع به خوبی آگاه شدن، دست از نافرمانی های مدنیشون بر نمی دارن. کلیپی که از آوازخوانی محشر یک زن در غار علیصدر با کپشن زنده شدن مرحوم هایده در غار علیصدر در فضای مجازی منتشر شده رو با هم تماشا کنیم. از ماهومه نشانگره